امروز ما قرار است بریم یک چکر همراه یکی از فامیلای عزیز و دوست داشتنی که امیج زندگی میکنن. اگه یک عروسی اثر بگیریم خوب، اگه نه باز میشه که یک عروسی جکه ای جز از کادم دوتا زن بگیریم. بچه یکم از ترکوی من دوست داری با کبری افغانستان؟ چو بیاری آن افغانستان؟ ایگو الو خور جان، خدا خیریشان نتا. الو الو راست میگی بیادر جان، الو خدا جزای شده. مامانی را زیاد دوست داری یا بابایی را؟ کی را زیاد دوست داری؟ ایسایکا. بلن بگو. نمیتونم از زبان خود نسیم جان میخوام صحبت کنم، چون بشنوم که صحبت کنه. همون روزای اول قصه سخت مهاجرت که یک فامیل وقت تصمیم میگیره در راه چی را میبینه، همون را میخوایم بشنوم از زبان. بله بله. بسم الله الرحمن الرحیم. وطن دارای نازنین، سلام علیکم. امیدوار هستم در هر نقطه دنیا که زندگی میکنین جور صحتمند سر حال باشین، همیشه با عزت سر بلند زندگی بکنین. باش که مصالح سلام علیکم خدا کنم، باز یکم میشه خوب برتون دارم. منم خداوند بزرگ و مهربان، سلام و وقت بخیری بر همه شما هموطنان عزیز. انشالله که خوب و صحتمند باشین هر گوشه کنار دنیا که هستین. بازم خوش آمدین به یکی از برنامه‌های دیگر ما. بازم خواهد دوستا گفت که مرسل تا این باز داره افتاده، خدا کجا خدا میدونه کجا میره. میره یکی کجا میریم تا اینجا برنامه. خب یکم که در بیم که میپروشنی باشه هر وقتا که بسیار زیاد ترکیسی نیجریه تا وقتی که میتونه. بازم همونطور که ما بر شما گفتم، امروز ما قرار است بریم یک چکر همراه یکی از فامیلای عزیز و دوست داشتنی که امینجا زندگی میکنن، امینجا سال هاست که هستن، در این مقصه هستن، قدر کردن، عزت کردن، خداوند خیرشان بده. امی که ما را نمیگذارن که ما دق بیاریم، از وقتی که همراه فامیل بلد شدیم بسیار زیاد بر ما روزا و شبا خوش میگذره، بخاطر از اینکه همیشه وقت فرصت میشن، بیکار میشن، حتما بر ما زنگ میزنن که یک چکر باید بریم، هیچ نمیمونن که مدق بیاریم. خداوند ما تر فامیلا را در هر جای نقطه دنیا که هست برنامه شما دیگه، من دوستا اولین برنامه شما دیده. آها، در هر جای نقطه دنیا که هست ما تو وطنداران ما خداوند نمیشه با عزت داشته باشه شانه. آیست آیست تا بخیر بلد شدیم، بر ما آدرس دادن که در کجا میگنم جرم؟ به نام یوپخت. آه یوپخت. ما فعلا در سن شاغلس هست که میکنم هاتی نمیشه بخلاص میکنم سن شاغلس خواهد نمیشه اما سن چارلس خواهد نمیشه اما سن چل میگن اینا. سن چل هست اینه؟ و فقط یک اسکوی دیگه مونده که به اون ویو پخت برسیم، همونجا منتظر ما هستن. انشالله بسیار یک برنامه خوب خواهد بود. امیدوار هستم که وطن داره ما همراهی مون بکنه. اما طور که شما عزیزای دل همراهی مون هستن، خداوند شما را همیشه با عزت داشته باشه، همیشه همراهی مون باشه. فراموش نکنین که چینل ما را سبسکرایب بکنین، کامنت های شما، نظریات شما خیلی بر ما میتونه مهم باشه و از این خاطر ما به خاطر شما این برنامه را میسازیم، چون میفهمم وطن داره ما زیاد دق شده بودن ما وقت را که نبودیم. صد فیصد تایم جان دیگه ما به سر نمو دزر هستیم که بخیر برسیم به یوپخت و ستاره جان، مسعود جان، لالا نسیم ببینیم با اولادکایشان دیگه. ما و تمیم از بس که اما غذاهایی که در افغانستان میخوردیم مثل آشک منتوی پا امروز فرصت نکردیم که آماده بسازیم و امکانات چون نداریم، چون دیگه آشک و منتوی پایش نیست. اما وقتی میفهمیم که آشک خود نمیفهم، اما شاید ستیزه نمیفهم. اما هر وقتی که مسعود جان بر ما میگه که ما غذا آماده میسازیم بیاین، باز ما دیگه میگم که اینه دیگه اینا رو ما تایم سر ما و تمی میده است، بخاطر از اینکه دسپختشون بسیار زیاد مزه دار است، یعنی به حد مزه دار است و به من خاطر دیگه زیاد شخصا خودم زیاد خوش میشم. والا ما از هر آدم نگذره، خواهر ما پیاموش اونان پخته کرده بودن بسیار مزه دار بود، اونم مزه اینان از او تعالی از زبان من نرفته دیگه. انشالله که ما تو هم لایق بشیم داشت بسی. خب دیگه چی بگیم؟ بیا که بریم خیلی باش که اینجا من کبره خط کنم چون مردم هست، باز انشالله گرد میشیم. و اما فعلا دوست عزیز در مترو یک هستیم و قرار است که بریم به خیلی و طرف چون خنده کدیم؟ من از این خاطر خنده کدم که همین مستر جان صدایش بسیار زیاد بلند است، یک اونه و گرب میزنه تو فکر میبینی که چیغ میزنه، از این خاطر گفتم که هم فرش کرده. راستانی میگه اکسه راستا فاصلی دانت تا گوش چقدر است؟ آه زیاد دیگه به خاطر از اینکه سرصدا زیاد است، این جان بلند گرب میزن میگم صدا در اکسه ای بیم دیگه در مجموعه کسی بینیم بخیر طرف یوکو و
کلنجان رفته بودیم یک چکر به خاطر از اینکه تبرنما شو دیده باشین که ما و ستاره جان رفته بودیم اونجا یک بار و لب بحر و کلنجان همراه ما نبود. دیروز خواستیم که ما و کلنجان بریم و از اونجا دیدن بکنیم. تایم هم اونجا بریم باز راه را دیگه بلد شدیم. دیروز اولین بار بود ما و خودت این امی راه را آمدیم. امروز دیگه تکرار شد. دیگه مسته جانشون هم منتظر ما هستن و به خیر میرسیم و انشالله که براتون برنامه درست خود کردیم و تشکر از تمام شما ایزایی که همیشه وقت بیننده برنامه های ما هستیم و تشویق میکنین و چینل ما را همچنان سبسکرایب کنین و ما را تنها نگذاریم. همیجه تارا میشه؟ نه همه یک از گابت نه؟ نه دیگه یو پخ باید برای چینل دوستا ما آمدیم دمی جای ویپخت و همینجا نسیمشان میاین نسیم جانشان و اینطور یک جای است اونجا هم دیگه ماهیگیری است و ماهی فروشی است و بازار است چون امروز رخصتی است همگی به خاطر چکر به این منطقه میاین و از روزای رخصتیشان لذت میبرن سر که سر بسکیل مردم کار میکنه و تا جایی که من خبر دارم تمیم جان این امیر کدام از زیر دولت برای زینا میته و خیلی قیمت آمه است مصرف ایناش اینجا مایگیری میکنن و جایی که ما هستیم دوست آمش جایی است که دریا هست به حساب کشتی سواری است ماهی است ماهی است چه قسم ماهی است ماهی است و امروز دیگه دوشنبه است روزای یک شنبه دوشنبه که معمولا در اروپا رخصتی می باشه شخصا در خود مقصی اینجا مردم میان و ماهی می خرن و بعضی از کنسرت ها اجرا میشه بعضی از برنامه ها اجرا میشه که ما دیروز آمده بودیم خدر بیروبار نبود به اندازه امروز امروز زیاد بیروبار است و دیروز این ماهی فروشی هم نبود نتمیم آه این ماهی فروشی هم نبود امروز اینجا این ماهی فروشی است دیگه ما منتظر هستیم که لالا نسیمشان به خیر برسن نمیجا ما را گفتن منتظر باشین یک چند دقیقه دیگه میرسیم باز انشالله ببینیم که ما کجا به خیر میریم شما ما را همراهی کنید حتی یک بازار بزرگ است کلگی برای ما فکر میکنم امروز دوستان ما همراه نسیم جان خوشم آمد نسیم یک برنامه دیدین همراه نسیم جان پیشتر ما براتون قصه کردم دیگه که حالا ده هیچ جای ما تنها نماندن و حتی روزای رخصتی هم که میشه میگم ما دخ نبیاریم هر جایی که هر جای مقبول که باشه ما رو میارن جمعی از فامیل کلگی آمدن و امروز قرار است که نمیجا یک جای مقبول که شما میبینین ما یک میله داشته باشیم باز یک نان نوشجان کنیم اینا حالا دیگه نسیم جان اول سلام علیکم میکنه بعد از اون میگه که کجاست من خود زیاد بلد نیستم نسیم جان خودت میشه که سلام برای کل دوستا برسه برای وطن دارای عزیز هر گوشه دنیا که هستن قربان کلگیتان فهیم جان این پارک است یک پارک خیلی جالب خیلی قشنگ که جای خیلی دیدنی داره میتونی مثلا طرف منظره شهر میبینی اون طرف هم قسمتی هست که بحر میبینی دیگه خیلی یک جای جالب دیگه یعنی 7 سال ما اینجا بیشتر وقت میایم و یعقوب تالار عروسی هم داره چی میگه اگه خواست عروسی آره اگه یک عروسی اثر بگیریم خوب اگه نه باز میشه که یک عروسی جکای جز از کادم دو تا بچه یک اما از ترکوی من حال مرسل اصابش خراب نشه نه نه بود اگه افغان ها کل جان مزاقی زن بخواد یک چند دقیقه خوش بگذاره اول میگم افغان ها کلی 3 تا 4 تا زن افغان ها 3 تا 4 تا زن افغانستان داره در اینجا اجازه فکر میکنه نیست اجازه نیست خب ما مسجد جان خانمم دیگه پیدا نمیدونم مسجد جان خواهرم بسیار یک خانم نیک است خداوند شما را همیشه بایزد داشته باشه خب شروع میکنیم از قسمت فرش اینه ما خودت باید همکاری کنیم یا کل جیان هر اینجا خواهر اولویت داره خودشون چی نشان میدن چی هرکار
آیا کمک کنین؟ خب تمیم جان برای دوری بدین به خاطر که او طرفش میاد کف زمین. چه خوب یک ورشی هست دوالا اینال تمیم جان یکان چیزکار رو بانیم در روش باد نزنیش. آخ شما خودتان بشینین، شما بشینین اینی رو که بانیم دیگر تکان نمیخورن. تو بیایی طرف مرسل جان آه بشینین. یونس جان بسیار یک بچه قند است، بسیار یک بچه همه تو گل و شما میبینید ماشاءالله مقبولی رسید. کل دوستا میبینید و تندارا میبینید. یونس جان خوب هستی؟ بلند صحبت کن بلند. خوب هستی؟ یک سلام مالکی خوکو. خوب هستی؟ سلام دوستا. اونجا بگو سلام دوستا. در کامره بگو سلام دوستا. یک بای بای کن چطور هستی؟ به فرانسوی بگو. به فرانسوی بگو. به فرانسوی بگو. فرانسوی نیم بونجو بگو. بگو بونجو. بونجور. بگو دیگه چی بگو؟ سوا کمون تالیبو؟ سوا کمون تالیبو؟ آفرین، درس میخونی یونس جان؟ کدوم درس ها میگن؟ سمی چند هستی؟ چقدر آجز هست؟ سمی چند هستی؟ شوخ نیست زک؟ فقط خدا نکنه که یک چیزی بگفتش نکنی؟ درس خوندی؟ چقدر درس میخونی؟ در خانه چی زیاد درس میخونی کم؟ زیاد زیاد درس میخونی؟ زیاد نقاشی میکنه. حالا یادم اومد. نقاشی میکنه؟ نقاشی میکنه زیاد. یارو در خونه که باشه بیشتر وقت در نقاشی زد. بشک والا. اینجا چقدر جای مقبول است بخدا. بسیار جای جالب است. یک قصر خیلی هم نمیدونم از کدام قرنشون است. قصرم خیلی خوب است. باز پس اون میریم طرفو و خیر. اگه خواست یک گلاس چای میخوریم که کمک حلق ما تازه شد. بخیسایس. بخیسایس. خب. اینال کامره رو بیار بر ما مرسل جان. خب دوست عزیز نوبت مسعود جان، ستاره جان، ستایش جان و دوست ستایش جان است که ما دیگه به خیر گپ بزنیم و چند دقیقه قصه کنیم. عوام قسمی ببینین بسیار هوای خوب است، هوای آفتابی است دیگه. آفتابی پوره نیست و خوب است دیگه. یک دفعه هوا ابری میشه، یک دفعه آفتاب میشه. دیگه مسعود جان چطور هستی؟ مسعود جان زبان میخته. سلام مرسل جان خوب هستی؟ سلام خدمت بیننده های مرسل جان و تمیم جان دیگه. خوش آمدید. سلامت باشین. مسعود جان امی دیشب که ستار جان به من مسیج کرد گفت که یعنی فردا مادرم نان میکنه دیگه. من تو خوش شدم که خوب سعی دیگه بخاطر دستپخت خودتو خواهرت خیلی مزه داره. سویت هم درد نکنه. دیگه ستار جان چطور هستی؟ خور خونده. دو جو خور جو. ستار جان قربانت تو خوب هستی؟ آخه جیتی سپیکی که یوتیوب کم از سپیل. کلیسا رو زیاد خوش داری اردم دی پارک قسم معلوم شده. حال باش دوستا فکر نکنه که کلیسا رو چطور مرسل خوش داره. اون ساختمانش مقبول است. یکان در بستارا میگم که شاید او کلانترین کلیسای باشه که در منطقه که ما هستیم مطال دیده باشم و ای کاش گفتم بجای ازی که مردم اونجا برن و بعض عبادت های دیگه داشته باشن نماز اگر بخونن خیلی خوب میشه. وقتی جای بسیار مقبول، جای بسیار کلان است که تو واقعا برای نماز خوندن هم شاید بونن میمونن. اما میگم ای کاش کل مردم اونجا به نماز خوندن. نه خوشبختانه در این شهر باز مسجد زیاد است، مسلمان ها زیاد است، مسجد زیاد است، میتونن آزادانه در بخواستن. ستاره از ما قصدار است که باید یک بار مرا ببره به مسجد. یک برنامه که ما و ستاره جان ثبت کردیم نیفهم که پیش از این نشر میشه بعد از این ستاره را گفته بودم که مرا ببر مسجد، اما بخاطر از اینکه سرمان آوخ شد مان دیگه. باز انشالله یک روز میریم انشالله دیگه. ستای جان همون طرف هست. ستای جان چطور هستی؟ خوب هستم. تو خوبی؟ زنده باشی. اینو صداش میاد؟ صداش میاد؟ در خدمت شما. ستای جان دوست خودت افغان خونه است؟ نه افغان رو نمیمونه. نه الجیری و اسپانی است. خب خیمه اگه اون چیز به خودت میگم خودت برش بگو. خب باش بگو مرسل میگه چطور هستی؟ امروز چطور شروع کردی؟ چطور خوش هستی؟ نیستی که امروی ما آمدی؟ باشه بگو برش. ارتجی چوابیه؟ بعد چی بگم بشه؟ هلدی موزت کنتن که عقبی هبی که چی کنن دیتخه بگ نورا؟ دیتخه اغاز؟ که دمه ارده؟ بگو در مورد افغانستان چی شنیدی؟ افغانستان هم میشناسی؟ فرنج هم میشناسی؟ نمیشناسی؟ چکلی در افغانستان؟ نه چکلی بر پیدی افغانستان؟ دقیقا تون جز افغانستان؟ نه؟ نه فقط همجری میشناسی؟ اما نیم فهمی که مثلا جنگوی ناس فقط میشناسی؟ آره همجری مثلا اسمشو فقط میدونه. دوست داری بگو که بری افغانستان؟ چو بیاری افغانستان؟ ایگوه؟ میگرد ما کسی اینجا گریزان شدیم چی تو خودت بخوایی بود. خب هر حالش میگه خوب اکونه میرس آدم با آدم میرس جوانه ازی ها
جوانان دوست دارن برن نگونم تلویزیون سعی کنم بیشتر وقت نمیفهمن اطلاعات ندارن بیشتر وقت بده گوشتن چرا اون جواناشون که بالای 20 سال یا 25 سال جوان یا کمک بابایی پیدا کنن یاد که فعلا سرگرم جوانی خود هستن آ راست میگی نیگه بس دیگه خاطر ریس بزن میبرمش میبری آره صحیح میاد ما ایران میاد ما ایران همه جا میریم خخ انشالله انشالله دوستا در دامی برنامه با ما همراه باشین نام خدا فامیلا زیاد آمده و اینجا آمدم موچی یاد آمد باغ بابر کابل باغ بالا مادر جان من عاشق باغ بالا بود چون 9 سال اونجا زندگی کرده بود همیشه میگفت میگفت اینمی ساحه که به من خانه پیدا شد اینمی ترموز هم میگرفت کد گلاس یک چیز بخوتم میکرد میخیز بچه هم میگرفت میرفت باغ بابر باغ بالا میگفت اینیم باغ بالا آب هواش دیگه چیده آره جای جالب یا جای قشنگ چون بالا سکر اما متاسفانه فعلا خانم‌ها و دخترها وقت ندارن که به تفریح بسند در باغ برن الله خور جان خدا خیریشان نده الله الله راست میگی بیادرش الله خدا جزای شرمت خدا در جیل خانم‌ها رو نیمونن باش مکه دستی و کردو بند است دیگه خانم‌ها هیچ وقت ندارن برن به تفریح و یک پا خب برحالش خدا میربان است روز آمده دیگه تیرام میشه ما رو همراهی کنین در ادامه برنامه ماشاءالله بسیار زیاد یک نان مزه‌دار است اینال از خواهرم پرسان میکنیم که چی هست که نام غذا چی هست از چی آماده میشه کم معلومات بدین در مورد نوش جان او چبلی کباب است البته دیگه کمک چبلی کباب چی آماده کردید گوشت است از گوشت است یک کمک دیش پیاز زدیم بانجان رومی یگان تخم گشنیج آها همین ادویه‌ای که لازم است دیگه این یکی هم که از کچالو است ای از کچالو است ماشاءالله بسیار مزه دار است. نوش جان چکنی دیگه. در پارک دیگه این چیزا خوب است نه که یخ میشه. هوا زیاد یخ است. مثلا مگه چیزای دیگه آماده کنیم دیگه یخ میشن. یونس جان میخواد گپ بزنه؟ یونس جان. آره گپ بزن. ما که برمت، یونس جان. جون نزدیکش بگی. گپ بزن. چیکار؟ خیلی خوشمزه است. این چیز خوشمزه است. خب مادر جانت پخته کرده از خاطر خوشمزه است. کی درست کرده دیگه؟ کی درست کرده؟ با مامانی درست کرده یا بابایی؟ بدره. مامانی را زیاد دوست داری یا بابایی را؟ کی را زیاد دوست داری؟ ایسایکا بلن بزن نمیتونم نه دیگه ما را دوست داری یا بابایی را؟ نمیتونم خب چه قسمی؟ قید اقل بگو بگو پنجا پنجا بگو کمک رو زدم کمک تو را هر دوی ما را دوست داری؟ در خانه کمیشه هم اگه بگر دوتای تان هرچی میگم نه مره بیشتر دوست داری میگه نه دوتای تان دوست داری اما یک پس بچه ها زیاد مادر خود دوست میداشه راز میگیم ماشاءالله بسیار مزه‌دار است بسیار یک نان مزه‌دار این دومین بار است اما کلش قرض باشه خیره یک روز شود ایمان برتون ادا کنیم پس دوباره جبران کنیم انشاءالله بخیر شما کارایتون شب از جای بجای شب این خانه همین خانه دایمی رو به نام خانه اشلم میگن خانه اشلم بگیرین واسه چهار بس بخیر ما میایم مهمان شما میشیم ان شاء الله باز وقت مهمان ما شین خدا بره ما دیگه کار اگه کارم شروع میکنی یک موترک لنکوندوزر سرخم زیر پایک تون خیر ان شاء الله تمام سرخ دوست دارین یعنی من سرخ دوست دارم از این خاطر موتر سرخ شما متن چه رنگ دوست دارین تو بر رنگ دوست دارین هم نمیکنه مقصد موتر بود خدا جان برسونتون به آرزویتون و بخیر میشدم 100% من قول میتم که دو سال بعد بخیر به یک جایی میرسید زنده باشین خانه تان آباد بخیر باشین خب منم نشد بزنم خوشمزه است خب نانا میخوریم برنامه دیگه اینجا تمام نمیشه انشالله قصه دیگه هم دوم نیست وطندارای عزیز امی لحظه ما به نستیک اینی قصر هستیم باش که لالا نسیم معلومات بیشتر داره در مورد جان بله قصر و در مورد جایی را که ما اومدیم اینا رو خودت یکم معلومات بده اینجا یک نماد تاریخی را شما میبینید بله دیگه این کل شعار فکر کنم مقصه معلوم میشه مقصه بله بله اولش دوستا سلام برسه برای وطن دوله عزیز هر گوشی دنیا هست دیگه یک قصر خیلی جالبشون هست که در پایینش یک قسمت اوتل عروسی ما شما میگیم نه اوتل عروسی است در او بقلش هم یک قسمتی هست به نام علمیقی میگن که جمعیان مثلا نکاح میکنند میکنه فرانسوی ها دیگه میان برای گردش و برای چکر و خیلی یک جای جالب است این طرفشون بحر پیداست و دریاست و این کشتی ها کشتی ها کرایه هم هست شخصی هم هست از مردم دیگه کشتی های باری هم میان مسافر بری که اونو چون می اون طرف اگه پیدا باشه و بار میرن از دیگه کشور که کشتی های مثلا 10 منزله 15 منزله و کشتی کلان کلان
هم کانتینر بار میکنند هم مسافر میارند یا هم یک موزیمشان هست شما موزیم میگیم یا بله 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 از اون یک پلچگک داره که مردم تیر بیر میشه موزیم هست یک کس آثار باستانیشان هست که خدام از کدام قرن هست نگه جالب جاست اونجا مردم از او قصر میان پایین در اتاق پلنگی واز از میان پایین دیگه دملب دریا جالب از داخل از اون دیدی مغازه هست و کافه و چیزا فروخته میشن حالا شعر بزار جالب است میتونی کمک پایین تر بریم اصاسو از پایین تر بریم سیم خود چاید خبر باشی چقدر افغانه ما در این شعر زندگی میکنن در این شعر شد تا جایی که ما سلام علیک بریم که در افغانه یکونیم از اون مجرد است شاید حالا پایین بالا 100 نفر باشه ولی همون یکونی مزار یا 1600 افغانی مجرد است دیگه 100-150 تا خانواده امسال دیگه در این دو سال خیلی خانواده آمد اگر نید 2015 فکر کنم یک 15 تا خانواده بودیم یا 20 تا آل نه آل دیگه فکر کنم یک 100-150 تا خانواده شده خدا رو شکر خدا دیگه هم افغان ها رو اضافه کنه که کنه که بدر دق نیارن ولی البته اولش خدا وطنک خود ما رو آرام کنه بشه. که افغان ها کلگی آرام باشن کسایی که دوز دارن مثل ما برگردن کسایی که ماندگار باشن میتونیم از این زینگکوف بریم پایین تر اینجا یک جایی هست دیگه مندر گل میتونی که بیایی درس بخونی بیایی درد دل کنی خوش ساعت دیر شد دقیق میاری جای آرام اصلا کنی بعد می‌بینی؟ خیلی جالب است از اون قسمت را داره که بیایی پایین اونجا مردم شیشتر اونها کسای سگرت میکشن کسای نوشیدنی میکنند میلوشن حتی تا اون قسمت ها رو داره حتی بری پایین تر بری چمپیوز جالب است وطندارای نازنین دوستایی که میلحظه ما را میبینین از چینل خود ما نسیم جان در کنارم است گفتم باشه چند دقیقه در مورد سختی های مهاجرت صحبت کنیم وطندارای ما که تصمیم میگیرن به شکل غیر قانونی از راه قاچاق میان به طرف کشورهای اروپایی بل. یعنی از زبان خود نسیم جان میشنویم که چقدر مهاجرت سخت است و کسی که تصمیم میگیره به شکل قاچاق بیه از زبان خود نسیم جان میخوایم صحبت کنیم بشنویم که صحبت کنه امو روزای اول قصه سخت مهاجرت که یک فامیل وقتی تصمیم میگیره در راه چی رو میبینه امو رو میخوایم بشنویم از زبانت بله بله داستان اینجاست که ما که در ایران بودیم 2015 دیگه از ایران ما حرکت کردیم که دی خانه بودیم یعنی شکای ما خانه بود آمدیم ترکیه البته به این آسانی نبود که آمدیم ترکیه که آمدیم مثلا که دمو را بلد بگیم یا قاچاقبر بگیم که ما گپ زدیم و آمدیم سر مرز ارومیه تا یک جایی را مثلا قانونی آمدیم بخاطر که خود ایران بودیم بعد نزدیکای مرز که شدیم دیگه اوجه قاچاقبر مورا قسم بود که مثلا ده یک دانه موتر که مثلا کرونا بگیمت به حساب افغانی وارو که ما مثلا 7-8 نفر سوار کرده بود که خسرو برایم بود و دیگه خودمون بودیم و سرعتشون خیلی بالا بود که هر لرزه ما فکر میکردیم اگه موتر چپه شده یا بخوره باور کن 250 تا یا 230 تا سرعت ایمی رفت و اولادم هم رایت اولادم کتی خودم آدم داخل موتر که هر لرزه میبودیم خدا جان حال دیگه میریم از دنیا یا حال میریم تا رسیدیم مثلا در زیر خیمه که یا مثلا یک رول بازی کرده بودن که ما چوپان هستیم مسافره رو میاردن در زیر خیمه بعد از مثلا کسایی که اسب میگرفتن کرایه بود ما برای خانم اسب گرفتیم ما مردا که مثلا ما بودیم که خسرو بریم ما دیگه پیاده پیاده خانمم در سر اسب و دخترکایم در سر اسب سوار کرده بودیم که خانمم دیگه یک جایی بود که مثلا کو خیلی مثلا قسمی بود که اسب رو میرفت اسب مفتاد یک دفعه اسب چپوم شد که خانم ولی خوشبختانه که اسب طرف کوچه باشه طرف پایین چپه نشد بله دیگه باز دیر شب بود که دیگه آمدیم سر مرز ترکیه که اونجا را بلد گفت ولی آسو سمون رو تیر شنید بالا پوست است اگه بینه فایر میکنن دیگه ما خیلی نفر بودیم یک افغانان بودن ایرانیان بودن و شاید مثلا 100-200 نفر بودیم که همون تا آسو تیر شدیم از سیم خاردار وارد ترکیه شدیم که قاچاقبر میگه بی تپه را که تیر کنین اونجا موتر استاد است این را که تیر کنین اونجا استاد است یک وقت ما 12 به شب فکرم بود که ما تا دم صبح ما تو این تپه و اون تپه و این تپه تا که رسیدیم بیادن گل در یک جایی که یک دو سه تا
ما شما سوپر پیشتیم میگیم یا کاسر میگیم نی همون یه ساد بود دیگه باز کلگی دیم بالا شدیم بال ما را برد بیادر کل یک سالون پذیرایی که خیلی جالب است سالون کدام سالون یک طویله بود سالون پذیرایی یک طویله بود بیادر کل ما میده مورا جور کده بودم که کل ماجرا بود ایرانی و افغانی و پاکستانی و دیگه عربان بودن عربان بودن دیگه عربای مثلا مثل سوریه یا عراق دیگه با چند روز بودیم اون وقت یک همه که راو نظر به حال خوب بود چرا چون 2015 مرزا وا شده بود بیشتر افغان ها اطلاعات دارن دیگه با زوجه بودیم یک چند روز بعد از او در اتوبوس ما رسوار کردم 303 ها ما رفتیم طرف استانبول استانبول دیگه هر کس اختیار خود خود داشت که آیا در استانبول و انقره زندگی میکنه او وقت دولت ترکیه میگفتم به اسلام سربازاشون در پارک میگشن برای امیت میگفت هر کسی که در ترکیه میخواد باشه ما برای 5 سال میتونیم اقامت برش بدیم یا کارت بدیم که همیشه زندگی کنه در ترکیه او کل ماجرا میگفت ترکیه چی ترکیه اون تن مونتن نمیده بیاد رابا بودش ما میریم طرف اروپا دیگه ما یک 11 روز ترکیه بودیم گفتیم بیا ترکیه را چکرایش بدیم اول خب بیزو مرزا واز است مرزا واز است دیگه یک 11 روز ترکیه بودیم باز دیگه یک 2000 نفر بود مردم که هر روز 1000-2000 نفر رام افتادن طرف اروپا که دیگه باز ما اومدیم باور کی قسم اومدیم که هیچ نفهمیدیم ما در 10 روز رسیدیم در فرانسه حالا دیگه قطار سوار میشدیم یاد تر قطار ما شما میگیم لیر گون یعنی این قطار سوار میشدیم یاد گل پرسون میگیم کجاست سربیا کجاست کالباسی کجاست یاد گل یک وقت دیدیم که یک کشور خیلی مود مقبول بود ما موقع نیده بودیم ما یاد چرا رو بیم بچه‌ها رو پرسون کردیم گفتیم کدام کشور است گفت اتریش است همین خسرو برای ما گفت ما یاد چی یک کشور از لب و جبیا که میجا باشیم خسرو برای ما گفت که نسیم بیا که بالاتر بریم میخوان روز اتریش از ما میدی آفرین دیگه ما یک روز در روز اتریش بودیم و بعد اومدیم ایتالیا ایتالیا رو دیدیم گفتیم حالا چه کشور بیا که همینجا باشیم و داستان جالب اینجا بود که ما از اتریش از کمپ اتریش که میخواستیم بیایم طرف فرانسه یارو مثلا فکر کنم 1000 افغان بودیم از 1000 افغان 200 نفر ما طرف فرانسه روان بودیم چون هم کسایی که تجربه بودن میگفت کسی که اگر آلمان میره باید بره به اون طرف کم باشن او خیمه کسی که فرانسه میره به این طرف ما از 1000 یا 1000 نفر 200 نفر رفتیم طرف خیمه فرانسه گفت چرا فرانسه رو انتخاب کردی به خاطر که امو به اصطلاح خیاشنیم دیجه بود که باجیم زندگی میکرد موم ده مادرس از او حرکت کرده بودیم طرف فرانسه بود یک 200 نفر طرف فرانسه رفتیم در مزیر خیمه دیگه کل مردم به نام جرمنی گفته جرمنی گفته کل اگه میره بوده طرف جرمنی چی میکنین فرانسه بیا جرمنی برو بدر دیگه ما رفتیم در مزیر خیمه دیگه جالب اینجا بود که ما خسرو بریم تکت گرفته بود که ما از اتریش بیاییم برای ایتالیا از ایتالیا بیاییم برای فرانسه که آمدیم در ایتالیا تکت ها را گم کرده بود خوب خوشبختانه که شکر پیسه کده ما بود بازمونجا دوباره باز تکت خریدیم برای فرانسه باز آمدین فرانسه 2015 آمدیم فرانسه یعنی راه مهاجرت به طور قاچاق بسیار سخت است بسیار سخت مشکل است سخت است حال خو بی اندازه مشکل است یعنی مرگ ما بوارد با چشم خود دیدیم که وقتی از ترکیه ما دم کشتی بادی است که بادش میکنن که دو کشتی مثلا قانونی شاید مثلا برای 10 نفر ساخته شده باشند ولی ما را او قاچاق برای خود ناترس در کشتی 47 نفر شانده بود یا 48 نفر که بیشتر مردم که دوشکا بودن مثل خود ما تا سیاسر دیگه باور کو مرگ به چشم خود دیدیم میگفتیم خدای اگر ما یک وقت دیپورت شم افغانستان به خدا کل فرانسه را مرا بده دیگه من همیم این قسمی آفرین این قسمی که مادرا دیدیم سختی را گفتیم دیگه شاید هیچ وقت پس نیم اگر ما دیپورتم کنه مهاجرت بسیار سخت است و هیچ کس باید به طور غیر قانونی تصمیم نگیره همین قانونی ها که میانه که مشکلات هم میبینن غیر قانونی خوب بیخی مشکلات هم میبینن دیگه همینجا برنامه رو ختم میکنیم بسیار زیاد تشکر نسیم جان از اینکه همکاری کردی لطف کردی دمی چند روزه که ما آمدیم نسیم جان همراه خانواده بسیار زیاد زحمت کشیدن بسیار زیاد لطف کردن مهربانی کردن و همین که هموطن ماست و گذشته از هموطن از اینکه هموطن ماست یک رفیق بسیار خوب است نسیم جان ما هم میفهمیم آدم بسیار زیاد با گفته مرسل میگه گانا میگه تو بسیار رفیق باز هستی دیگه انشالله که ما هستیم برنامه بهتر خوبتر بر شما خود داشتیم خداوند شما را همیشه با عزت داشته باشه چینل ما را سابسکرایب بکنین لایک کامنت یاد تا نره انشالله برنامه دیگه هستیم دیگه باز تصمیم میگیریم که براتون بهترین برنامه را تقدیم بکنیم خدا نگهدار تا برنامه بعدی